سلام به برابکس یوتیوب مهرانم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا انقدر که کچلم کردین، گفتیم ویدیو از گالم الکترو دراگ بذار، گفتیم این ویدیو رو اختصاص بدیم به دک گالم الکترو دراگ، باش پوش کاپ بریم ببینیم که آقا چه دکیه این دک، این سیزن جوابه یا نه. قبل از اینکه بریم سراغ این بتل، حتما حتما اگه جدیدین ساب کوین لایک ویدیو فراموش نشه، یه کامنت پر انرژی انگلیسی هم بذارین، زنگوله هم آن کنین، دو ویدیو هم بر دوستاتون شیر کنید، این اینستا و تلگرام تو دیسکریپشن ویدیو هست، حتما حمایت کنید، جوین شین، فالو کنین، عشقین، دوستتون دارم و هر روز ویدیو داریم و امیدوارم که دوست داشته باشین دیگه. توی کامنت ها بگین ویدیو بعدی چی باشه که بعد از این ویدیو درجا بریم سراغ رکورد اون ویدیو. آقا بریم سراغ بتل ببینیم که این دک چیه. بچه این دک گالم فرست پلی نیست و شما باید دو دقیقه اول حریفو بسنجین و نباید کارت گالم رو بندازین تا جایی که میتونین. بومبر میندازه، من کانون کارتو میندازم برای دفاع بومبرش و اینفرنو دراگش رو میگا مینیون میندازم. خیلی ایزی فعلا داریم کارت میریم و نکته خاصی نداره، این کار شما راحت بلدین انجام بدین. خب از جلو الکترو دراگ پلی میدم که اینفرنو دراگش زیاد اذیت نکنه و همچنین گلدن نایتش رو بزنم همین راحتی. نکنم اصلا گلدن نایتش پای نه اصلا، به دلیلی که شوک داد الکترو دراگ بهش. خب درجا میگیره، خراب میکنه تامبستونشو و لامرجک رو میدادیم، امیدوارم که سریع حواسش به لامرجک. وای به دکش الکترو جوینت، الکترو جوینت زده دکه ماه، الکترو جوینت همونجوری که میدونین این سیزن خیلی زیاد شده. درجا بیبی دراگ و کانون کارت میدم، دیگه کارت خاصی نمیدازم چون دفاع میشه، با اینکه دمیج شدیم یه مقدار ولی بد نی، دمیج هم تونستیم بریف بدیم. بچه این دک زده ما هست همونجوری که میدونین. اوه امیدوارم سر کانون کارت سری بمیره. وای کانون کارت نه وای، یه تورنادو میزنیم و کینگ تاور فعال میکنیم خیلی ایزی. لامبرجک امیدوارم تورنادو نداشته باشه که کینگ تاور فعال کنه. تامبستونش میزنه، بازم تامبستونش خراب میکنه، میشه به تاورش رفت و بله تاورش میره. حالا باید بریم تو لاک دفاعی، ولی سعی میکنم که نه دیگه آقا بریم تو لاک دفاعی چون الکترو جاینت میندازه. در حالی باید کارتا رو برای دفاع خالی کنم، برای زدن بومبر و اسکلتا خوبه. کاش نه دیگه تورنادو نمیخواد. الان میریم سراغ حمله. حمله این دکم بگم چی جوریه بچه ها، از همین لاینی که دمیج شدیم باید حمله کنیم، مثل گالم فرست پلی نیست که هر جو دوست داشتین حمله کنین و چون که ضد حمله های خفنی داره این دک. ببینیم از لاین مخالف میخواد که الکترو جاینت بندازه یا نه. بله حدس میزدم که بخواد این کار کنه. توانایی گلدن نایت فعال کرد، لامرجک رو میندازیم که فعال نکرد. متاسفانه درجه الکترو دراگ برای زدن اینفرنو دراگش. او مای گاد دابل الکترو جاینت خیلی خطری شد. تاور که 1000% میره، باید بریم برای سی کردن حریف وگرنه فایده نداره. بیبی دراک همینجور باید کارت بریزیم، از لحاظ اکسیری واقعا خراب کرده حریف. ببینیم که میتونیم سه کنیم یا نه، یه دونه تورنادو برای اینکه بیبی دراک رو اذیت نکنه. تمام، این بود از مچ اول. جی جی حریف فول زد بود و تونستیم که این با حریف رو ناکوتش کنیم. واقعا بریم سراغ مچ بعد بدون معطلی. لزه باو لزه گو هستا، لزه باو. خب حریف مشخص میشه بچه ها. جای این دک، یعنی جای کانون کارت میتونین که الیس برابر هم استفاده کنیم، ولی من کانون کارت رو توی این دک بیشتر قبول دارم به خاطر اینکه دفاع بهتری داره. برای دک های دریل دار امیدوارم اینفرنو نرسه باشه، فول زد اینفرنو و چون که یه کار میکنه الکترو دراک نچست و اکتیو نشه روی اینفرنو دراک، اینفرنو تاورش. کانون کارت برای زدن اسکلتون کینگ توماخیش، یه تورنادو برای اون بال بریکراش. ببینیم توانایی اسکلتون رو فعال میکنه یا نه. نه اصلا فعال نکرد. دمیج که شدیم طبیعیه جلوی دریل اولاش دمیج بشیم و چون که نه حمله میکنیم و نه اینکه دفاع خیلی آنچنان قوی در مقابل دریل میتونیم انجام بدیم و اینقدر سایکل میکنه تا دمیج بهمون بده. کارت خاصی نمیدادیم، صبر میکنم اول اون کارت بندازه. دردا دریل رو میندازه
وای که تاورمون خیلی دمیج میشه. وای وای دمیجی شدیم آجی. دیل بچه خیلی زده. او مای گاد با گابلین بلودارت همین جوریش کم زد نبودی، بلودارت هم آوردی. دیگه باید بریم سراغ گالم. بچه گالم ما این سری از این لاین انداختم که دیگه ممکنه دریل بندازه. من ابزار دفاعی خاصی ندارم و جلوی دریل سعی میکنم لاین مخالف بندازم. به اینفرنو تاور داره بعدیش اینه و در دو تاور رو میگیری. از وسط الکترودراگو نمایش بدیم تا زمانی که اکتیف شد اینفرنو تاورش روی گالم در دو میگیرم میندازم یه تورنادو. ولی وای لعنت به این، چرا به اینفرنو چرا به اینفرنو تاور نچسبید؟ و یه برابر خیلی قشنگ. دیگه باید بریم سراغ گالم. گالم رو میدازم این سری دیگه بچه. وای 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 دیگه مجبورم تورنادو بزنم پاور نره. بچه این دک خیلی زده و اصلا نمیشه زد این دکو جور با این دک. با دک خودمون میشه زد یعنی گالم چهار، ولی با این دک اصلا نگاه کنیم من چیوری اینو بزنم اصلا نمیشه. کانون کارت یه دونه بربربره نگاه اسکلتوش داره کانون رو میخورن. تورنادو نمیشه واقعا نمیشه سن دمیج سن اصلا نمیشه داد به این دک. یه گولم از همین بر و دیگه کارمون تموم است. بله گیجی با این بچه باختیم به دلیل اینکه واقعا دکش اصلا 100-0 اصلا جلوی این دک 1% شانس هم یعنی شما ندارین اینجوری بگم و با شل کنید قشنگ. بریم سراغ بچه بعدی دیگه. بچه های بعدی رو زد هم بده باید ببرم. حریف اسمش هوگو هست. گود لاک برو و صبر میکنم اکسیرم درشه بریم که کارت میندازه یا نه. کارت نمیدازه. ما هم تا صبح اصلا کارت نمیدازیم. و بچه هوگش رو باید با تورنادو خیلی راحت نما کنید بدونی که هیچ ضربه ای بزنه فعال کنید. یه بربریان برل میزنه. خب گلدن نایتش از کنون کارت از عقب میندازم تا گلدن نایتش رو اذیت کنه. یه لامرجک هم میندازم که چون توانایی گلدن نایت رو فعال کرد و 400 دمیج علکی با اون تواناییش به تاورم نده. خب ماجیک آرچر فکر میکنم دکش همون نسخه دریل باشه. نسخه ماجیک آرچرش که مثل بریج اسپم دیگه، ولی خب بریج اسپم نیست. خب بازم با تورنادو میکشیم اوگو خیلی راحت، ولی خب متاسفانه ماجیک خیلی دمیج داد. بچه ها این دک ما زدشیم اگه بتونیم درست پلی بدیم. با دریل چی اصلا هوگو اسکتول بیکر اونا داره، اون با اون نسخه نیست بچه، شرمنده اون نسخه نیست. و اسکتول بیکر خیلی کارت تو مخیه برای بازی با دک در مقابل ما. یعنی الان ماجیک آرچر تو رو مثلا ماجیک کانون کارت رو برای زدن اسکلت کول بیکر یا همون اسکلتون کینگش میندازیم. وای نزنه، خدا رو شکر نزد. دکش خیلی هنده. من اول فکر میکنم من زدشم، حالا که فکر میکنم اصلا نه ارو دارم نه زبط دارم نه ایلیت بربری دارم دیگه اون دک نیستم که. وای تا الان که زیاد این دک جواب نبوده بچه. برای این سیزن دوباره گالم رو میندازم برای حمله. من که با این دک توی کاب مثبت 7600 هم بتل میزنم الان تا الان زیاد نتونستم جواب بگیرم. بیبی دراگون لامبرجک یه دونه درجا تورنادو الکترودراگ یه بربربره دیگه نیروهایی نمیمونم براش. حالا میتونیم یه دونه کنون کارتو بندازیم وقتی یکی پنج شد. حالا میتونیم یه دمیج خیلی خفن بدیم به حریف.
بله باید اینجوری خون سردی پلی بدین تا بتونین تاور بگیرین ازش، وگرنه نمیشه. خیلی راحت و ایزی تاور نرفت، ولی خب بهش چسبه. تمامه، تمام رفت. حریفم عصبی میشه، یه تومورو دیگه تمام کارش تمومه. و به موقع تونستیم تاور بگیریم، 600 تا فقط از تاور مونده بود. و امیدوارم که از این کیف کرده باشین، لذت برده باشین. بریم سراغ بچه بعدی، لیتس گو. خب اول ساب میکنیم لامرجک برای دفاع ماینرش. خب بچه ها دیکشو اول باید تشخیص بدید دیگه، با این دک گالم فرست پلی نیست که شما هر کارتی اول بندازی. لامرجک بربربل رو میگیره، یه بربریان برای بربربلشو بزنه، و همین که افتل ریج داره دو ستا میزنه، ولی خب آیس گالم میندازه از عقب، کنان کارتو میندازم. دیکش هنوز معلوم نیست ولی احتمال میدم بالون سایکل باشه. بله دیگه با این اسنوبالش همه فهمیدین که بالون سایکل. آخه بالون سایکل فکر کنم 50 50 باشه. سایکلش خیلی قویه، دیگه ما هم کنده. تورنادو ولی خب ماینر میزنه. ما دوتر میزنم تورنادو رو. اشتباه این بود. لامجک. یه بیبی دراک میندازم. هر چند که احساس میکنم یه دونه ضربه بالونش بزنه. با این اسنوبال بکنم دوتا بزنه. بله اسنوبال زد و کند کرد و دوتا زد. قشنگ پلی داد. یه دقیقه آخر باید حالش رو بگیریم، بچه اینجوری نمیشه. خب سب میکنم اکسیر دهشه. یکش خیلی سایکله و توی دو دقیقه اول اصلا نمیشه بهش حمله کرد. از عقب کانون کارت پلی میدم. چیتونی میگه جلوش گالم بنداز. نه بهش یه بربر برل. بابا لعنتی خیلی داره تو مخی بلی میده. ول میکنم اصلا، و میدونم میخواد تاور بگیره. خب با یه بیبی دراک فقط میگیریم. یه میگا میلیون، یه لامبرجک. ببینیم که میخواد حمله کنه از این ور، دستمون رو الکتروجراک و یه تورنادو میزنیم که ماسکیتر انداخت در جا بکشینیم با تورنادو. یه دونه کانون کارت از وسط، یه بربر برد از وسط که اسکلت انداخت بتونه بزنه. یه دونه میگا مینیون در جا، باید کارتا رو بریزیم ببینیم میتونیم تاور بگیریم یا نه. در جا یه دونه تورنادو، امیدوارم تاور میره، تاورشو میگیریم. باری کلا عالی، دیگه کارمون راحت میشه برای چون تاور گرفتیم ازش. یه دونه کانون کارت، یه دونه بربربره و کانون کارت کانکت شده به تاور، ولی خب دمیج خیلی زیادی نمیتونه بداره. یه راضی هم خوبه. در جا دوباره میندازیم کالمو، دستمون رو روی میگا میون که یه موقع بالون و ماینر زد بتونیم دفاع کنیم. بله در جا میگا میون بیبی دراک، باید خالی کنیم هر چی داریم. دفاع میشه دیگه، دیگه زایی هست، دفاع میشه. در رو هرچی داریم خالی میکنیم. خیلی دمیج شدیم، امیدوارم بتونیم تاور بگیریم. وای وای تورنادو، تورنادو رو بعد تورنادو رو باری کلا به تورنادو. تمام، یه تورنادو نابی، یه تورنادو نابی میزنیم و تمام. خب بریم برای مچ آخر. بچه تا الان جواب بوده و فقط یه بتل باختیم و استفاده کنیم لذتشو ببرین. یکش دیگه جوابیه و نیاز به خون سردی داره. اول بازی گفتم شاید جواب نباشه، بخاطر این بوده که یه بتل رو اذیت شدیم و باختیم. و وگرنه جزون همه چی اوکی بوده، فقط جوره دریل مشکل داره دیگه. دریل چون اینفرنو تاور داره، اسکلت کینگ داره و ما هم اروزب نداریم و خیلی مشکله. کارون کارت برای والکریش، بچه دو جوره لاک بیت هم مشکل داره و لاک بیت زدشه کلن چون زب نداره دیگه. از عقب دیگه اتمام میدم بگش اکسپو باشه.
خدا رو شکر کانکت میشه روی کوین و مجبور میشه باید کوینو اصلا کوینو جو زد عالی. چرا فعال نکرد توانایی کوینو؟ خصیص باتی در برد. نه دیگه شاید ماینر کنترل باشه. الان گالمو میندازم. چرا چرا گالمو الان انداختی مهران؟ تویی که میگی یه دقیقه آخر سر کنم انداز، چون اکسیر زیاد خرج کرده. آرچه کوینش از دست داده باید سایکل کنه و بازم اکسیر بیشتر کم میاره. و نگاه کنین که فایر اسپریت انداخت، الان هم که اسکلت قبل اون انداخته بود و تازه تونست آرچه کوین رو بنداخته. بیبی دراک برای زدن کوینش و به همین سادگی کانون کارت. کانون کارتو برم، کانون کارتو برم. چه کانون کارتی مگامیو. کانون کارت خیلی کارت خوبیه بچه ها، واقعا کارت خیلی نابیه کانون کارت. از این ورگی برابر میریم و تاورش یه دمیج خیلی خفن قطعا. ببین تاورش میره یا نه. تاورش من میگم میره، شما میگین چی؟ تاورش میره. بله تاورش میره تمامه دیگه، به نظرم تسلیم شو. گالم پلی میدم از عقب. بچه‌ها تو کامنت‌ها حتما بگی ویدیو بعدی راجع به چی باشه. اینم چون زیاد تو کامنت‌ها دیدم دارم ویدیوشو میذارم و نگی نگفتی، حتما همین الان کامنت بذار بگو ویدیو بعدی راجع به چی باشه. من کوچیک شما هم و هر چی که شما دوست داشته باشین، ولی راجع به دکای بگین که دکشو مکس داشته باشم. توی پوچکا بیشتر و بهتر یاد می‌گیرین تا سایر رویدادو و سعی کنید دکای مکس داشته باشم. دیگه اگه مکس هم نداشتم احتمالاً می‌ذارم، ولی مکس هم نداشتم سخت بود. بچا تمام اینا تسلیم میشه. عارف امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه جدیدین ساب کنین، لایک ویدیو فراموش نشه، یه کامنت هم بذارین، ویدیو هم برای رفیق مفقا شیر کنید و دوستتون دارم عشق این. خلاصه دیگه ویدیوهای بعد تو کامنت ها بگین راجع به چی باشه. دوستتون دارم، عشق منین. پیس اوت.